اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آقایان، خواهران، ما یک کلمه ای داریم توی ادبیات دینیمون به نام حریت، یعنی آزادگی. خیلی هم کاری با دینداری نداره ها، ممکنه کسی بیدین باشه اما آزاده باشه. آزاد بودن و حر بودن یک ارزشه. من مثال میزنم، خود امام حسین عصر عاشورا وقتی دید دارن به خیمه هاش حمله میکنن، تو گودی قتلگاه افتاده بود دیگه. چی گفت؟ گفت یا شیعت آل ابی سفیان، یا تو بعضی نقلا دارد یا شیعت الشیطان، آی پیروای شیطان، ان لم یکن لکم دین، اگه دین ندارید، آقا اصلا شما لایکید، خدا را هم قبول ندارید، باشه. و کنتم لا تخافون المعاد، قیامت هم نمیترسید. ما دو تا اعتقاد مهم داریم، یکی آغاز، یکی پایان. اینا اصل دیگه، یکی خدا، یکی قیامت. فرض کنیم شما آدمایی که تو کربلا جمع شدید این دوتا رو قبول ندارید. ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو زندگی دنیاتون حر باشید، آزاده باشید. بعد امام حسین یه جمله ای فرمود، این خیلی مهمه، فرمود ورجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا، مگه شما عرب نیستید؟ برگردید به گذشته خودتون قبل از اسلام. شما میدونید عرب جاهلیت قبل از اسلام خب خیلی صفات بد داشته، ما همیشه بدیاشون گفتیم، ولی صفات خوبی هم داشته. مثلا یکی از صفات خوب عرب قبل از اسلام مهمانداریه، مهمان میامد پذیرایش میکرد. یکی از صفات خوبشون این بود که تو جنگا با زن و بچه کاری نداشتن. یکی از صفات خوبشون این بود اگر به کسی قول میدادن پای قول میایستادن، وفا میکردن. شما میدونید که در زمان پیغمبر خود ما، هنوز پیغمبر نشده بود ایشون، 20 سالش بود، یه عربی آمد تو مکه، مالشو بردن، داد زد وا مظلمتا، آی به من ظلم شده، ظلم شده. خب پیغمبر و عده‌ای که هنوز پیغمبر نشده بودشون، 20 سالش بود، تو خونه یه بند خدای جمع شدن، یه قراردادی امضا کردن به نام حلف الفضول، یعنی پیمان دفاع از مظلومان. اگر یک کسی رو عرب باش پیمان میبست، پای پیمانش میماند، مهمان میکرد، پذیرایش میکرد، قول بهش میداد، به قولش عمل میکرد. ما تو خود حتی این راهزنامون، عذر میخوام این تعبیر رو به کار، ما آدمایی داشتیم راهزن بودن، دوز بودن، اما نمک کسی رو میخوردن بهش حمله نمیکردن، میگفتن این درست نیست، ما تو خونش غذا خوردیم. ببینید آزادگی کار به دینداری نداره. یه آدم آزاده یه صفاتی داره، حالا من براتون میگم چند تاشو، 4-5 تاشو میگم، اما اول اجازه بدین حدیث رو بخونم. وجود مقدس امام صادق فرمود 5 ویژگیه، اگر در کسی نباشه زندگیش ناقصه. 5 خصال من لم یکن فیه، خوب گوش بدید. عرض کردم اینا خیلی هاش ربطی به دینم نداره. 5 ویژگیست اگر در کسی نباشه، در جامعه ای نباشه، زندگی ناقصه. من 5 تا برای شما میشمارم. 5 خصال، 5 ویژگیست من لم یکن فیه شیء، اگر کسی یکی از نظرش نباشه زندگیش ناقصه. چیه این 5 تا؟ الوفا، یکی وفای به عهد. وفای به عهد کار به دین نداره، شما به یه کافر هم قلدادی باید عمل کن. وفای به عهد یه اصل بین المللیه، واقعا اگر وفای به عهد نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنده ضمانت شما رو میکنم قسط نمیدی، این بدقولیه. قرض از من میگیری میگی 6 ماه دیگه میدم، نمیدی، این بدقولیه. با همسرت قراری میذاری، به مردمت قولی میدی، مخصوصا مسئولین. وفای به عهد یک اصل بین المللی است. لا دین لمن لا وفا له، لا عهد له، هر که وفای به عهد نداره دینم نداره. این یه ویژگی. 2، از تدبیر، برنامه ریزی. مؤمن باید برنامه ریزی داشته باشه. شما باید در روز بدونی چی کار میکنی،
کی میخوای ازدواج کنی، کی فرزند آوری کنی، کی مثلا فرض کنید غذا بخوری، همه چیز باید منظم باشه. تدبیر یعنی برنامه ریزی. این دومین چیزی که ببینید اینا که من میشمارم تو هیچ کدوم دین نیست، اینا صفات یک جامعه سالمه. الوفا، التدبیر. سوم الحیا. آقا یه جامعه نیاز به حیا داره، حیا کار به دین نداره، بی حیایی بده. چرا امروز دشمن روی حجاب داره مانور میده؟ چرا انقدر این مسئله رو برای کشور بزرگش کرده؟ چرا تبدیل به یک چالش نظام کرده؟ چرا همه شبکه‌های معاند چپ و راست تبلیغ بدحجابی و بیحجابی تو ایران میکنن؟ اینو یک انقلاب میدونن، اینو یک نهضت میدونن، اینو یک مبارزه با ارزش‌ها میدونن. جالبه منافقین خودشون تو شبکه‌هاشون، خب شما عکساشون هست دیگه، تمامشون محجبن، همه روسری دارن، مانتو دارن، 40 سال این لباس رو عوض نکردن، تغییر لباس ند. وقت اینا دارن ترویج بیهجابی میکنن، خودشون دارن ترویج بیهجابی میکنن. چرا دشمن داره امروز سعی میکنه القا کنه به فلان خانوم برو فلان جا برخص، از خودت فیلم بگیر، اوریانشو از خودت فیلم بگیر، نمیدونم تو اون جلسه شرکت کنم، اینا رو برا ما بفرست. او فکر کردن الان قله های مثلا دنیا رو فتح کردن، یه کشوری که 200,000 بیشتر شهید داده، استوار محکم، تمام ارکانش سر جاشه، مثلا با 4 تا از این کارا زمین میخوره. نه، این یه چالش سیاسی است، اما دشمن داره از این استفاده میکنه. برای همین حیا آقایون، خواهر، ما اصلا کار با اسلام هم نداشته باشیم. بالاخره حیا اختزا میکنه این دختر خانم، حتی مردا فرق نمیکنه، این آقا پسر. تو همه دنیا پوشش یک ارزشه، تو همه دانشگاه‌های دنیا، شما آکسفورد هم که برید درس بخونید یه اساسنامه‌ای داره میگه انقدر باید پوشش داشته باشی، لباس داشته باشی، در این ساعت بیای درس. تو اداراتشون، تو مراکزشون، خب اگه واقعا رها بودن این قضیه ارزشه، شما توی سازمان ملل، تو جلسات رسمی دنیا، توی میتینگ ها، توی همایش های دنیا ببینید بهترین لباس ها رو میپوشن، کت شلوار میپوشه. چرا اون آقا اونجا عذر میخوام با یه شلوارک نمیاد توی سازمان ملل؟ این ارزش پوشش به انسان یه ارزش میده. حیا تو جامعه از بین بره، سنگ رو سنگ بند نمیشه. روایت هم میگه، میفرماید الحیاء سبب الی کل جمیل، حیا ریشه همه خوبیاست. 5 ویژگی است در کسی نباشه جامعه از هم میپاشه. خیلی این روایت قشنگه، من با یکیش کار دارم ولی همه‌شو میخونم. چیه اون 5 ویژگی که جامعه اگه نداشته باشه از هم میپاشه؟ الوفا، وفای به عهد. التدبیر، برنامه ریزی. الحیا، شرم. حیا، حیا من در یک کلمه برای شما معنا میکنم، یعنی احترام برای نگاه دیگران قائل شدن. شرم کنه انسان از خدا، شرم کنه از خانواده شهدا، شرم کنه از بزرگتر، از پدر و مادر، این میشه حیا. 4 حسن الخلق، خوش اخلاقی. انقدر خوش اخلاقی مهمه که ما روایت داریم خواستگار که برای دخترتون میاد اول اخلاقشو ببینید بعد دینشو، یعنی اخلاق بر دین مقدمه. اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه، اول خلق بعد دین. خب درست شد. 5 ویژگی: وفا، برنامه ریزی، حیا، خوش اخلاقی. ول خامسه، اما 5 و هیه تجمع و هازه الخصال. 5 ریشه اون 5 تاست، اون 4 تاست. 5 مادر اون 4 تاست. 5 محور اساسه. چیه اون 5؟ و هیه الحریه، حریت و آزادگی. پس بحث امشب من اینه، یکی از صفات جامعه سالم حریته. حریت الزاماً ربطی به دینداری هم نداره، کما اینکه امام حسین تو قتلگاه فرمود اگه دینم ندارید آزاده باشید، احرارن فی دنیا کن. خب آقایان، خواهران، یک آدم حر چه علامتهایی داره، چه نشانه هایی داره؟ من 7-8 نوشتم،
منتها وقتم 5-6 دقیقه بیشتر نمانده. اجازه بدید 2-3 تاشو برای شما بگم. چه ویژگی هایی داره یک آدم حر، آزاد؟ هی دارم تأکید میکنم، ممکنه دینم نداشته باشه، اصلا مسیحی باشه، اصلا لائیک باشه، اما کونو احرارن فی دنیاکم. یک آدم حر یک علامتش اینه: یک، من اوحش الناس تبرع من الحریه. کسی که تو مردم وحشت ایجاد میکنه از حریت به دوره. ها، یا اسلحه دست بگیر بیای بین زن و بچه مردم شلیک کنی، این با حریت جور در نمیاری. مردی بیا تو میدان جنگ، بیا تو میدان مبارزه، میخوای بجنگی بیا توی جبهه مبارزه، اصلا تو جبهه دشمن برو، برو تو جبهه داعش، برو تو جبهه اسرائیل، ولی وایس جلو مسلمان ها بجنگ. اما این کار کور بی ارزش بی ریشه‌ای که شما نه فقط تو کشور ما باشه، نه اون کسی که 11 سپتامبر هم انجام میده کار غلطی میکنه، اونم که هواپیما منفجر میکنه کار غلطی میکنه. به هر حال زن و بچه مردم اسلام اجازه نمیده. فتک، فتک با ف و ت دو نقطه، یعنی ترور کور. ترورهای اینگونه تو اسلام حرامه، ممنوعه. چرا اسلام اجازه نمیده؟ مسلم ابن عقیل تو کوفه، ابن زیاد تو یه قدمیش بود، پشت پرده بود، راحت میتونست بیاد گردنشو بزنه، اما نیامد. هرچی گفتن، وقتی ابن زیاد رفت گفتن چرا نیومدی، گفت با فرهنگ ما جور در نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ ها زرهی میپوشید که پشت نداشت، یه تیکه آهن بود جلو، اسبش هم اسب چابکی نبود، اسب معمولی میبرد تو جنگا. سوال کردن آقا شما یه رزمنده ای، اسبت اسب چابکی نیست، زرهت هم پشت نداره. فرمود پشت نداره چون من پشت به دشمن نمی کنم، دشمن از پشت نمیتونه منو بزنه، من پشت نمی کنم به دشمن. اسبم چابک نیست چون من فرار نمی کنم. کسی که فرار میخواد بکنه از جنگ، اسب چابک میخواد. انسان حر یه ویژگیش اینه، تو کربلا داره گوشواره از گوش بچه میکشه، گریه میکنه. وقتی بهش گفتن چرا گریه میکنی، گفت خب دلم میسوزه، بچه است. گفتن خب نکن. گفت یأخذها غیری، من نکنم یکی دیگه این کارو میکنه. این کارایی که تو کربلا شده خیلیش ضد آزادگی است. مثلا تیر به گلوی 6 ماهه زدن، مثلا کتک به بچه 3-4 ساله زدن، گوشواره کشیدن، خیمه آتی. آه شما جنگ دارید، بسم الله، این امام حسین هم شما بجنگید. اما تیر زدن به گلوی 6 ماهه، دست عبدالله ابن حسن رو از قطع کردن، قطع کردن از بدن، خیمه، اینا با حریت جور در نمیاد. لذا امام حسین هم اسرا عاشورا فرمود اگه حرید به خیمه های من حمله نکنید. این یک ویژگی انسان های حر. انسان حر تو جامعه وحشت ایجاد نمیکنه. حالا هر کی میخواد باشه، یا تروریست باشه، یا کسی به تو خیابون عربده بکشه، اسلام با ایجاد وحشت تو جامعه به شدت مخالفه. جامعه باید امن باشه. این یک ویژگی. دو، فرمود ترک الحقوق مزله. انسانهای ذلیل و خار و غیر حر حقوق دیگران رو نادیده میگیرن. یه آقایی که حق زنش رو نادیده میگیره، ظلم به همسرش میکنه، این ذلیله، این حر نیست. انسان حر حق همسر رو، حق همسایه رو، حق کشور رو، حق هم شاگرد رو، حقوق رو رعایت میکنه. ترک حقوق یک نشانه عدم حریته. خیلی مهمه. شما نگاه کنید امیرالمومنین در صفین که امروز در رقه سوریه واقع شده، وقتی اومد از کوفه آمده بود، کوفه تا سوریه خیلی راه تا رقه، وقتی رسید به منطقه صفین دید معاویه آب رو بسته، آب محاصره شده بود، لشکر تشنه خسته، آبم بسته. امیرالمومنین یه سخنرانی کرد، به قول شهید مطهری سخنرانی حماسی، فرمود اگر میخواید آب بنوشید اول باید شمشیرتون رو از خون اینا سیراب کنید، چون شما اگر این آب رو آزاد نکنید از تشنگی میمیرید.
بعد این جمله تاریخی رو فرمود، الحیات الموت فی حیاتکم قاهرین، بمیرید اما با عزت این پیروزی است، والحیات فی موتکم مقهورین، زنده باشید با خاری این مرگ. این جمله که امام حسین هم تو عاشورا خونده، این مال باباش امیرالمومنینه. فرمود آقا یه مرتبه صدای الله اکبر بلند شد و به فرماندهی امام حسین حمله کردن، آب و آزاد کردن، شهیدم دادن. اینجا اینو میخواستم بگم، وقتی آب آزاد شد، سعسعت ابن سوهان که از اصحاب امیرالمومنین اومد خدمت ایشون، گفت آقا حالا شما آب رو ببندید، مقابله به مصر آب رو ببندید، لشکر معاویه از تشنگی بمیرن. آقا لبخندی زد، فرمود این با فرهنگ علی جور در میاد، من این کارو بکنم؟ ابدا. خودت میری به امر عاص پیغام میدی، میگی آب آزاده، هر که میخواد بیاد ببره. بله علی حاضر نیست آب رو به روی دشمن معاویه ببنده، بستن آب، زدن کودکان، اسب بدن دوانیدن، ترورهای بین مردم، وحشت ایجاد کردن، نادیده گرفتن حقوق، اینا با حریت جور در نمیاد. من دو تا علامت انسانهای حر رو گفتم، یک انسان حر تو مردم وحشت ایجاد نمیکنه، دو حقوق مردم رو نادیده نمیگیره. این عرض امشب من که تقدیم محضر شما شد، یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی میداریم. خانواده شهدا اگر در جمع ما هستید، ما رو دعا کنید. هیچی برای شهیدتون قصه نخورید، شهید قبطه داره اما قصه نداره، اونقدر مقامش عالی است، اونقدر مقامش عالی است که قرآن میگه شهدا مکرمند. میدونید مکرم صفت ملائکه است، بل عباد مکرمون مال ملائکه است. سوره یاسین بلدید، حبیب نجار وقتی شهید شد گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، من شدم جزو مکرمین. مکرم یعنی کسی که گرامیه پیش خدا، مقام فرشته ها رو دارن. شهدا در روز قیامت روایت داره انبیا براشون قیام میکنن، اینقدر مقامشون بالاست. یک درب بهش ویژه شهداست، باب المجاهدین. دو سه جمله هم عرض ارادت کنم و ثوابش رو هدیه کنم به روح این عزیزانی که جلسه به نامشونه و عزیزانی که حاجت دارید. بالاخره این نازدانه ابا عبدالله گره گشاست، 5 ساله، 4 ساله، حالا هر چقدر بوده، 3 ساله، این نازدانه گره گشاست. من خودم در سوریه منبر میرفتم، یه آقا و خانم اومدن پیش من گفتن 18 سال قبل ما اومدیم اینجا، اولاد خواستیم و بچه دار شدیم. دخترشون هم همراهشون بود، دختر 18 ساله بود، اسمش هم رقیه. گفتن هر سال شهادتش میایم اینجا و یه عروسکی میاریم، یه زیارتی میکنیم. واقعا وارد اون حرم که انسان میشه یه صفایی داره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین. کربلا 2 فصل مصیبت داره، یکیش روز عاشورا بوده، یه بخشش هم همین ایامه. خب اونی که تو تاریخ آمده عاشق عباس هم نوشته، این نازدانه همون فاطمه صغیره، فاطمه صغراست، چون امام حسین 2 فاطمه داره، یه فاطمه کبرا که زن پسر عموشه حسن مسنا، پسر امام حسن مجتبی، شوهرش هم کربلا بوده منتها شهید نشد، مجروح شد. یه فاطمه صغرا داره که این همون رقیه است که نام دیگه‌اش رقیه نقل شده. این نازدانه همراه با خاندانی که بوده 80 و چند نفر بودن تو شام مستقر بودن، حالا کجا بودن، جاشون کجا بوده مختلفه، ولی در یه جایی اینها رو قرار دادن. در بعضی نقلها دارد امام سجاد میگه آفتاب در روز ما رو اذیت میکرد، شیخ صدوق در آثارش میگه این بچه ها پوست انداخته بودن از بس آفتاب به تن اینها خورده بود. 20 روز تو مسیر یه بچه 3-4 ساله سراغ پدر رو گرفته. من دیدم بچه شهیدایی که عکس باباشون از خودشون جدا نمی کنن. دیدم بچه شهیدایی که طاقت ندارن بیان کنار جنازه بابا. مگه یه بچه چقدر طاقت داره؟ یه وقت بدن رو بهش نشون میدن، یه وقت عکس رو بهش نشون میدن، یه وقت میبرن کنار تابوت بابا،
اما شما فکر کنید یه سر از بدن جدا شده، اون سری که لبها چوب خیزران خورده، محاسن با خون خضاب شده، پیشانی شکسته، خیلی از این چیزهایی که آقایون میخونن زبان حاله، اصلا این بچه به این جهان نرسید، نگاه به سر کرد افتاد، در جا قالب تهی کرد. عمه جان زینب هر چی آمد تکان داد، فلما حرکوها، گفتن شاید از هوش رفته، به هوش بیاد، فلما حرکوها فارغت روحها من جسدها الشریف، هر چی او رو تکان دادن دیدن جان از بدن خارج شده. خدا یه حجتی تو زرزمین شام گذاشت که مردم برن اونجا بگن السلام علیک یا بنت الحسین، یا بنت امیر المؤمنین، یا رقیه اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. ان شاء الله خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. صلواتی انا عبد الله.